دوستان یه سریالی مصر ساخته بی نظیر درباره تاریخ ایران مصر اومده سریال ساخت به اسم هشاشین برید این سریال رو ببینید با تاریختون آشنا بشید حداقل ما که سریال درست کردنی تو این 45 سال ندیدیم از جمهوری اسلام این سریال رو ببینید این سریال رو نگاه کنید خیلی نکات داره خیلی زوایا داره خیلی خیلی به شما کمک میکنه که تاریخ ایران رو یاد بگیرید درباره داستان حسن صبا هست درباره حاج نظام الملک توسی وزیر خارز شاهیان هست درباره ببخش سلجوقیان هست درباره ملکشاه سلجوقی هست درباره حکومت فاطمیون در مصر اصلا میدونست شیعیان رفت بعد از تیکه شدن تو مصر حکومت به دست میگیرن بعد مثلا حسن صباح از ایران میره اونجا با اونا بیعت میکنه بعد بر میگرده من تا اونجایی که میبینم این حسن صباح حالا خیلی خوب میگن نه این پارتیزان بوده فلان من مزر می دیدم. چون حکومت سل ملک شاه سل، ملک شاه, سل ملک شاه سل انسان روشن فکر بوده خیام برای خودش شعراش رو می اما محمد غزالی برای خودشون موعظاتش رو می کرد. کشور رو نزد بوده مثلا تو همونجا می مقایسه کنید با حکومت مصر که مردم داشتن همدیگر رو می‌خوردن در ایران خیلی وضعیت خوب بود همگی بدون هیچ مشکلی لاقل زندگی میکردن خرشید بانو میپرسه کجا این سریال رو باید دید والا من از اینترنت از این تلویزیون های اینترنتی هست که اندروید باکس از اونجا دیدم ولی تو سایت های ایرانی فکر کنم ترجمهش هم کردن دوبلشم کردن که اتفاقا آخونده سریع هم اومدن اعتراض کردن آخونده هرومزاده به مصر که آقا این چه سریال ساختی میخوای شیعیان رو بعد جلوه بدی میخوای فلان نشون میده که چه مکرایی میکنن چه مکرایی میگه خیلی سریال جالبیه یعنی به جای دیدن سریال نمیدونم دو نفر و نسوی و سریال های چرت و پرتی که فقط وقت آدم رو تلف میکنه و از این سریال های هالیوودی دوزاری و چیزهایی که به درد نمیخوره هیچ یاد نمیگیرید سریال فرنت مثلا 5 6 تا هستن این دنبال اونه سریال های ترکی پنهانم کن بنی ساکلا یکی هست با سبا 20 نفر حالا رابطه داره اون یکی بابای اون اون ننه اینو ترتیبش این رو داده این چیزا رو بذار کنار این سریال رو ببین از لحاظ تاریخی پربار نکات بسیار این به دردت میخوره حشاشی سریال حشاشین و به قول محسن از این سریال های نتفلیکس هم که همه الژی بی میری میری نگاه میکنی مثلا میبینی مرد زن داره و سه تا بچه داره و اینا بعد یه دفعه مثلا میبینی آقا این تغییر ماهیت داد یه شب صبح بیدار شد و رفت شنبولش چید گفت من دیگه زن هستم من دیگه فکر کردم زن شدم فلان این محتوا ندارن هیچ کدوم علاوه که ندارن همتون رو وادار میکنن اگه زن هستی مرد بشی اگه مردی زن بشی تو اصلا تو یه جای دیگه هستی تو این دلایل تمام این مشکلات که وجود داره درونت اینه که آقا تو هم جنس باز نیست یعنی سریال های نتفلیکس تمام تو رو به این سمت میبرن یعنی تو مثلا اگه تو کار ضرر مالی کردی اگه ازدواج ناموفقی داشتی اگه طلاق گرفتی اگه نمیدونم حتی مثلا یه انسان سرخورده در جامعه افسردگی داری علتش اینه که هم جنس باز نیست اگه مردی برو همجنس بازی کن زنی هم برو همجنس بازی کن یه پلم میخوای بری بالا شمولو به چین و خلاصه یه چیز اونجا شکافی مکافی درست کن اون مثلا میشود سریال نتفلیکس من تمام اینا رو روانشناسی کردم این ها رو زیر میکروسکوپ های بزرگ گذاشتم و میدونم برای چی هست ولی این سریال که میگم بذارید پوسترش هم نشونتون بدم واقعا سریال خوبی هست واقعا سریال تراز اولی است به درد ما ایرانی ها میخوره آخوند رو هم به درد آورده آخوند رو هم ناراحت کرده اینجا این سریال هشاشین معرفی سلال این کلمه قاتل قاتلم که میدونید که به انگلیسی از همون کلمه هشاشین گرفته شد چون اولین قتل قتل ها رو اینا انجام میدادن قتل های سیاسی و غیره و خیلی من به نظرم این آقای حسن سبا خیلی به ضرر ایران بوده از لحاظ میهن پرستی و اینا بخوایم حساب کنیم یه دیگه میگن نه این میهن پرست بوده با سلجوقی ها می جنگیده و سلجوقیا ها خودشون رو شاه ایران میدونستن مکاتباتشون ایرانی بوده خیام به فارسی شعر میگو روشن فکر بودن تو ایران تیره و تا... تیره مختلفی هم درست سلجوقیا ترک بودن ولی میهن پرست بودن ایرانی بودن ببینید چه ساخت و سازهایی کردن چقدر برای ایران تلاش کردن چقدر دشمنان ایران رو سرکوب کردن به نظر من کاری که مثلا این حسن سبا انجام داد در رابطه با شیعه و اینها کار اشتباهی بود حالا تاریخ میتونه قضاوت هایی بکنه حالا یه دشمنی هم هر این داشتن با خلیفه داشتن با خلیفه بغداد ولی خب خلیفه بغداد یه چیز نمایشی بوده مثلا اینقدر سلجوقی ها قوی شده بودن چند بار حتی ملک شاه سلجوقی میخواد تصمیم بگیره بره حمله کنه بزنه خلیفه رو مثلا کپه کنه از وسط خب خاج نظام مل ملک توسی میگه که نه آقا اشتباه هست خیلی وزیر دانا و درست خدمت شما گفتم حتما برید پیدا کنید نگاه کنید سی تا قسمت هست و واقعا تاثیر گذار